بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، صلاة و سلام على رسول الله، سلام علیکم و رحمت الله. من محمد شریف بقازاده، امام خطیب مسجد جامع شهرک نوآباد میباشم. ما امروز در عرفه معرکه سیاسی انتخابی و کلانی مردمی قرار داریم که همگی 4 روزگه باقی موندگی است. الحمد لله که در یک فضای صلح و امنیت زندگی داریم. تمام احزاب سیاسی امروز تبلیغات خود را در همه جا به طور آزادانه برده ایستادند. این هم از برکت صلح و امنیت است. ایشالا که ما در روز یکی مرد که روز انتخابات است، ایشالا همه مردم رشتون زمین ایشالا در فضای صلح و آزادی میریم. ایشالا با وکیلان مردمی که شخصانی باوری ما هستند آواز خود را دریغ نمیداریم و از تمام مردم تاجیکستان دعوت به عمل میارم که همه در انتخابات اشتراک کنند، همه آواز خود را با وکیلان مردمی شخصانی باوری خود بتیان و از خداوند تمنا دارم که وکیلان مردمی در آینده برای بهبودی و سازندگی کشور سهم خود را شلوکی میگذارند. از همه دعوت میکنیم که در انتخابات اشتراک بکنند و آواز خود را دریغ ندارند. خداوندی امام خطیب مسجد جامع به نام داملو نصرالدین از دهات جماعت باقی رحیمزاده عبدالخالق و عبدالقادر، به نام خداوندی بخشنده و مهربان، حمد و ثنا خدا را، درود مر مصطفی را. برادران، امروز ما در عرفه یک معرکه مهم سیاسی که انتخابات وکیلان مردمی قرار داریم و از این دولت امروزه همان شکرانه میکنیم که الحمدلله تمام مراسم ها و معرکه های دینی و دنیایی ما به طور خوب و زیبا میگذرند. مسجد ها و چایخانه های ما آبادان هستند و 5 وقت نماز و عبادت های خود را به آرامی و تنجی الحمدلله میگذاریم و از شرایط امروزه مملکتمان ما خرسند هستیم. الحمدلله که تنجی و امانی، صلح و امانی در مملکت ما برپا هست. برای عبادت ما و زندگانی ما از همه مهمتر همین است. ما با وکیلان مردمی که شخصیت های سزاوار و خدمت نشان داده می باشند، ما با آنها رأی خود را یعنی آوازدهی خود را انشاءالله میگذرانیم، آواز می دهیم و مین بعد از راهبران دولت امید آن داریم که باز بهتر و خوبتر نقشه های گرفته اقدام های نیکی به نظر گرفته را انشاءالله ما هم جانبداری می کنیم و همگان به همین انتخابات اشتراک کرده آواز خود را میدیم. با آخر دعوانا تشکر. به نام خداوند بخشنده مهربان، السلام علیکم حاضرین گرامی. ما در معرکه سیاسی انتخابات قرار داریم. وطن محبوب ما جوان بوده، آرامی و پیشرفت و رشد و ترقیات آن از ما اهل ضیا علمای دین عالمان وابستگی بزرگ دارد. ما پیش از همه برای گلگل شکفایی تاجیکستان عزیز باید کوشش نماییم و طلب می نمایم که ما اهل علما باید کوشش نماییم که برای وطن خود خدمت کنیم و نگذاریم که یگان غایه و پدیده نامطلوب آسمان صاف کشور و فضای صلح مملکت را خللدار سازد. ما پیش از همه باید درک نماییم که این آزادی و این صلح و صلاح با کدام زحمت ها برای ما میسر گشته است. ما باید درک نماییم که این ارزش ها و از جانب کی برای ما به دست آمده است. باید سهم ارزنده پیشوای ملت تاجیک جناب عالی را احساس نماییم
و در اطراف سیاست پیش گرفته جناب عالی رهبر دولتمان متحد شده برای آبادی دولت، برای آبادی وطن، برای آبادی ملت خود خدمت نماییم. اطمینان کامل دارم که در یک جایگی ما این وطن عزیزمان را آباد هم آباد و زیباتر گردانیده برای وطن خدمت نماییم. باید کوشش نماییم که ما امروز را از دیروز و فردا را از امروز دیده خوبتر و بهتر گردانیم. کسی که به ملت و وطن خود خیانت میکند نادان است که مادر خود را میفروشد و به جز تحقیر و تمسخر دیگر از پاداش نمیگیرد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. و من در آخر گفتنی هستم که موافق قانون جمهوری تاجیکستان و وظیفه سرخطیگی ناحیه رشتان زمین به دوش من است و می توانم که از تمام جانب مسجدهایی که در ناحیه رشت هستند که 6 مسجد جامع و 143 مسجد 5 وقت دارین و اینها را گفته می توانم که به اطمینان قلب که همه اینها با اینها واخوردگی هستیم و وعده دادگی هستند که ما فقط جانبداری از سرور دولت داریم و آنچه که نقشه های و سیاست های پیش گرفته او را ما جانبداری میکنیم و به حزبی که جناب عالی سرداری او هست و قدرت و توانایی دارد که ما و شما را مثلا از ورطه کمبغلی و از ورطه همه چیزها پشتیبانی کرده تواند و طرفداری حزب خلقی دموکراتی ما باید آواز خود را بدهیم. و در آخر من یک تکلیف دارم که حزب های سیاسی که در مملکت ما فعالیت دارند همین اسلام ما محتاج به حزب نیست. ما مردمی مسلمانی رشتان زمین تکلیف داریم که همین کلمه اسلام را از حزب نهضت اسلام برداشته شود، حزب نهضت تاجیکستان گفته شود.